درود به بخش 22 خوانش کتاب جهاد اسلام پیکاررو در آسیای میانه نوشته احمد رشید ترجمه جمال آرام در سلسله برنامه های کتاب گویای نخبگان از کانال نخبگان خوش آمدید. نمنگانی و جهاد در آسیای میانه. درست چند مایل خارج از شهر دوشنبه مسافران جاده‌ای که به سمت دره گرم در شمال امتداد می‌یابد در یک چشم به هم زدن خود را در محاصره کوههای باشکوه پامیر می‌یابند. جاده از بستر دره و از بین چشمانداز وسیع سبززارها و روستاهای فلاکت زده‌ای که کارخانه های مسدود و دودکش های سیاهشان جا به جا در فواصل آنها دیده می شود پیچ و تابخوران به پیش می رود. زمین به سرعت به سوی رشته صخره‌های عظیم و تپه‌های سرسبز مملو از حیواناتی که به چرا مشغول هستند به طرف بالا شیب برمی‌دارد و قله‌های برف‌پوش بلند نمایان می‌شود. دره در آغاز فراخ و باز است و حس آسودگی و رهایی برمی‌انگیزد، اما بالاتر که می‌رود باریک و تنگ می‌شود و جاده کم کم در حالی که به کناره خطرناک کوه‌ها چسبیده است شیب تندی می گیرد و سرخابرود نیز در آن پایین می خروشد. در قریه هایی که بر شیب های تند و صخره‌ای قرار گرفتن چایخانه ها با نیمکت های چوبی دراز و قالی پوش و کوسندارشان که تاجیک های ملبس و جامه های رنگین آنها را می گردانن مسافران بیرمق کاروان های قاطر و اسب و کامیون های قدیمی و پردود بازمانده از دوران شوروی که با بار میوه و سبزی برای فروش در بازارهای دوشنبه و سنگینی و با صدای یک نواخت از ناحیه گرم به طرف پایین در حرکتن را به سوی خود فرا میخواند. در میانه راه دره در جای به نام دربند که رودخانه در یک منظره باشکوه و بدوی وسعت میگیرد جاده باریک به سمت چپ و به سوی طویل دره منشعب میشود و جاده گرم هم تا شهرک های گرم تاجیک‌آباد، هایت و جرگتال ادامه می‌یابد و بعد راه اوش در آن سوی مرز قرغزستان را در پیش می‌گیرد. جاده طویل دره حتی از مسیر دره گرم هم باریک‌تر است. سطح جاده پوشیده از گل و لای برف در حال ذوب و سنگ‌های بزرگ غلطیده است. جاده به طور ناهموار در امتداد صخره‌های ایجاد شده است که سراشیبی تندشان مانع از رؤیت قله‌کوه‌های بالای سر می شود. اندکترین انحراف فرمان خودرو شما را غلط زنان ده ها متر به پایین و به درون رودخانه غران که از این ارتفاع برشته قهوه‌ای نازک می ماند خواهد فرستاد. دمای هوا حتی در فصل بهار به زیر صفر می رسد و معابر مرتفع اغلب به علت ریزش برف و سنگ مسدود می شوند. دره در بعض نقاط به قدر باریک می شود که حس می کنی می توانی خم شوی و کوههای آن سوی دره را لمس کنی. جاده طویل دره رشته اصلی ارتباط بین شهر دوشنبه و خروگ مرکز بدخشان واقع در شمال تاجیکستان است که در اکثر مواقع سال به علت برفباری بسته می باشد. بازنگه داشتن و حفظ کنترل دولتی بر جاده اهمیت حیاتی در منطقه دارد، موضوعی که علت وفور پیکرهای سوخته تانک ها وسایط زرهی نفربر و کامیون های متعلق به نیروهای حکومتی در این محل را روشن می کند. طویل دره یکی از استحکامات نهضت اسلامی در جریان جنگ داخلی تاجیکستان بود. بعضی از شدیدترین درگیری های جنگ نیروهای حکومتی طی آن تلاش های مکرری جهت بیرون راندن شورشی ها کردن در این دره روی داد. تاجیکستان کشور ایدئال برای چریک هاست، جایی که تعداد انگشت شماری از افراد می توانند در برابر یک ارتش ایستادگی کنند. در نیمه پایینی دره تنگه دراز و باریکی در طرف چپ وجود دارد که جمعه نمنگانی در روستای سنگور که در انتهای آن واقع است یک کمپ مستحکم، پایگاه اکمالاتی و قرارگاه دائمی برای چریک های حرکت اسلامی برپا کرده است. افراد او از اوایل دهه 90 بدین سو در اینجا
بودند. نخست در مقابل ارتش تاجیکستان مقاومت کردند و بعد حملاتی علیه ارتش ازبکستان در دره فرغانه سازماندهی کردند. 5-6 نفر میتوانند دهانه تنگه را بگیرند و سعی در بمباران این توده عظیم صخره‌ها و پرتگاه‌های مرتفع بیهوده خواهد بود. نمنگانی هرگاه از افغانستان می آید در مدرسه روستای سنگور در جمع مردم حاضر می شود و انتظار و امید در رگ‌های آسیای میانه می دود. من در بهار سال 2001 درست چند هفته پس از آن که از اقامت نمنگانی در کنار قریب به 400 تن از افرادش در دره 3 ماه سپری می شد، به خاطر کسب اطلاعات بیشتر در مورد او به آنجا سفر کردم. دهقانی در روستای طویل دره به من گفت هر روز انبوهی از افراد، قزاق‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، قرقس‌ها، عرب‌ها، چیچینی‌ها، اویغورها، پاکستانی‌ها و شهروندان افغانستان به دیدن او می آمدند. آنان همه قصد پیوستن به او و جهاد در آسیای میانه را داشتند. دهقان دیگری گفت او هر روز به صدها نفر غذا، سرپناه و پول می داد. همچنان نمنگانی طی مدت اقامتش طرفداران فراوان خود را که زندگی عادی در دره فرغانه داشتند با امور و کارهای روزانهشان مشغول بودند و در انتظار دستور او برای شروع جنگ به سر می بردن فرا خوانده بود. آنان به منظور طرح استراتژی حمله تابستانی حرکت اسلامی گرد آمده بودند. بزرگترین رویداد دوران اقامت او ازدواج دومش بود با یک زیباروی محلی تاجیک، بیوه اهل بدخشان با 2 فرزند پسر که شوهرش در جنگ داخلی کشته شده بود. صدها نفر در مهمانی عروسی او شرکت کردند. مردم محلی می گفتند عروس یکی از مشهورترین زیبارویان پامیر است و نمنگانی چشم تیزی برای زنان زیبا دارد. این ازدواج نه تنها روابط او با طوایف محلی تاجیک را تحکیم بخشید، بلکه انجام وظیفه اسلامی که حضرت محمد آن را توصیه کرده بود شمرده می شد. یعنی نکاح با بیوه یک شهید ثواب 2 چندان دارد. همسر اول نمنگانی که ازبک است و دخترش از این زن هنوز در افغانستان به سر می بردند. چریکا به طور مرتب از روستاییان محلی احتیاجات خود را خریداری می کردند و در معاملات خوش حسابی می کردند و از آزار و اذیت مردم محلی توسط پیکارجویان متعلق به گروه جلوگیری می کردند. اهالی قریه ها بعد از 5 سال جنگ داخلی حال تنها به آبادی مجدد مزارعشان، بازپروری رمه هایشان و زندگی آرام علاقه داشتند. یکی از دهقانان گفت اهالی به خاطر آن وجود نمنگانی را تحمل می کنند که افرادش مؤدبند و پول غذا و اجناسی که می خرند را می پردازند. نمنگانی به مردم محلی و حکومت تاجیکستان قول داده بود که در سیاست تاجیکستان دخالت نمی کند و یا اقدامی در جهت احیای جنبش اسلامی در تاجیکستان انجام نمی دهد. یگانه تقاضای او آن بود که در مقر کوهستانی خود تنها باشد و حق ترانزیت جهت عبور از مرز تاجیکستان قرقیزستان به دره فرغانه که جنگش علیه ازبکستان را در آنجا ادامه میداد به او داده شد. اما حکومت تاجیکستان با تحمل طولانی حضور او در خاک کشورش بعد تدریج تحت فشار شدیدی از سوی ازبکستان قرار گرفت.